ورزشگاه کابل در زمان غازی امان الله خان ساخته شد و پس از 30 سال تجربه جنگ در کشور، امروز در یک مراسم ویژه به کمک ایالات متحده آمریکا و ناتو، یک بار دیگر پس از ساخت چمن مصنوعی معیاری گشایش یافت. همکنون ورزشگاه کابل نمای زیبایی به خود گرفته است و شاهد حضور هزارها شرکت کننده است. اما این ورزشگاه در دوران رژیم طالبان شاهد رویدادهای گوناگون مانند دست بریدن ها و گلوله باری های برخی از زنان و مردان از سوی طالبان بود، چنانچه سفیر ایالات متحده آمریکا نیز بر آن اشاره کرد. این استادیوم تاریخ معاصر افغانستان را منعکس می سازد. در وقتی که طالب ها حاکم بودند، در نظام ستمگرانه آنها کارهای ظالمانه در این استادیوم صورت می گرفت. در این مراسم جان آلن، فرمانده کل نیروی خارجی سفیر ایالات متحده آمریکا، رئیس کمیته ملی المپیک، وزیران امور داخله و دفاع ملی و نیز شماره از مقام های دولتی و ورزشکاران شرکت داشتند. رئیس کمیته ملی المپیک با ستایش از همکاری های ایالات متحده آمریکا گفت که تاکنون به همکاری این کشور بیش از 30 پروژه ساختمانی در بخش های گوناگون کشور برای ورزشکاران ساخته شدند. ما امیدوار هستیم که بعد از گذشت یک ماه ما شما شاهد یک تحول دیگه در همین حال جان آلن، فرمانده کل نیروهای خارجی، بر ادامه همکاری های کشورش در بخش های نظامی و غیر نظامی، به ویژه در بخش ورزش، تاکید ورزید. ما از یک سال گذشته با کمیته ملی المپیک افغانستان کار می کنیم. نیروهای محافظ صلح جهانی همراه افغانستان و نیروهای امنیتی افغان کار می کند. این ورزشگاه به مساحت 8000 متر مربع به کمک بیش از 1 میلیون دلار از سوی ایالات متحده آمریکا و ناتو در 10 ماه به شمول چمن مصنوعی ساخته شد. شمار از ورزشکاران میگویند که اگر مانند این ورزشگاه سهولت‌های دیگری نیز در بخش ورزش به ورزشکاران برابر شود، در آینده دستاوردهای خوبی دریافت خواهند کرد. زمینش که مساحت باشه ما میتونیم درست منظم ورزش کنیم. اگر زمینش مساحت نباشه ما ورزش کردن نمیتونیم. چون همین چمن کوتاه شده ورزشکارا میتونن بسیار خوب ورزش کنن. از خواست ما خو زیاد است. خواست داریم که بخیر از این بهتر برای ورزشکاران مهیا کنن که ورزشکاران بتونن همه چیزی که در وجودشان هست ما رو برآورده کرده بتونن، مثلا ورزش خود به درستی انجام بدن. با توجه به 10 سال گذشته، ورزش در افغانستان رشد بی سابقه کرده است. چنانچه به تازگی تیم ملی کرکت افغانستان و فوتبال افغانستان در رقابت‌های آسیا مقام‌های نخست و دوم را کسب کردند. این که ساخت این ورزشگاه تا چه اندازه در رشد بیشتر ورزش در افغانستان اثرگذار است، گذشته زمان روشن خواهد ساخت. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.